مهندس از زمانی که از ایران خارج میشه و میره به فرانسه در تمام مدتی که اونجا هست در خاطراتش منعکس است. بازرگان به دلیل شرایط تکوینی و محیط خانوادگی و اون تأثیری که به خصوص مرحوم پدرش بر روی او داشت، بازرگان نسبت به محیط ایران بسیار نقادانه نگاه میکرد از همون زمانی که هنوز به خارج نرفته بودش، به طوری که ما در خاطرات بازرگان میخونیم هنگامی که تصمیم میگیره به خارج انتخاب میشه که بره به سفر خارج، به پدرش میگه اگر من بمانم در اینجا بیدین میشم. این نشانه اون استش که بازرگان به شدت از رفتارهای نابهنجار متدینین رنج میبرده. خب طبیعی است که بازرگان به دلیل باز هم آموزش‌های درون خانواده با مبانی دینی از نزدیک آشنا بوده و یک تعارض شدیدی میان رفتارهای متدینین با اون چیزی که قرآن میگه مشاهده میکرده و از این نظر فکر میکرده که باید یه جایی کار خراب باشه، غلط باشه. بنابراین بازرگان وقتی به اروپا میره از این دید به دستاوردهای فرهنگ و تمدن اروپایی نگاه میکنه، هیچ چیزی رو نه مطلق میپذیره و نه مطلق رد میکنه. در لابلای تمام خاطراتش این نکته رو شما میبینید که هر چیزی که جنبه مثبت داره گرفته و هر چیزی که منفی هست رد میکنه. بله، اول مؤسسه مهندسی که در ایران به وجود اومد داداش درست کرد به نام، یادت نمیدون، اما اما داداش بود و خدا رحمت کنه مهندس دولت آبادی و مهندس گوهریان، اینا اول مؤسسه مهندس مشاور رو به وجود آوردن در ایران. مثلا در کتاب، شاید یکی از اولین کتاب هایی که بازرگان نوشته، دو تا نشریه است، یکی مقلد نباشیم و یکی مذهب در اروپا است. در واقع مقلد نباشیم یک برداشت خودش رو مهندس از علل زیربنایی پیشرفت اروپایی ها بیان میکنه که اروپایی ها خودجوش هستن، پرکار هستن، ابتکار دارن، بنابراین از اینکه ایرانی ها در زمینه های مختلف مقلد هستن انتقاد میکنه. و از طریق ایشون هم به ایالات متحده رفتم، در اونجا یک سال دوره هایی دیدم در همین زمینه های تهویه مطبوع و علم ایرکاندیشنینگ و اینها. بعد دانشگاه، یکی از دانشگاه های اونجا استاد رو دعوت کرده بود به امریکا و ما در اونجا خبردار شدیم که استاد تشریف بودن امریکا و از طرف اون کارخونه من مأمور شدم هم به عنوان مترجم هم به عنوان اینکه خب استاد خود من بوده و اینها، بنابراین خدمتشون باشم. یکی دو جا بازدید داشتم، بازدید از توربین گازی در یه شهری بود یادم میاد و چند جای علمی، و در این جاهای علمی و صنعتی من افتخار داشتم که خدمتشون باشم و اگر سوال جوابی، البته اینشون انگلیسی میدانستن، فرانسه که کامل، ولی خب من هم مختصر ترجمه کمک میکردم. و این بود که به خصوص در اونجا یه خاطره دارم، در اون سال توربین گازی که رفتیم بازدید کنیم تعدادی خارجی بودند و ما بودیم و اینها، یه وقت دیدیم که استاد نیست، هرچی گشتن این بر اون بر تعجب کردن که استاد از کجاست و اینها، دوره گشتن یه نفر خبر آورد به من که استاد نیست، که یه چیزیشه خم و راست میشه و اینها، این طورش نباشه. من رفتم از این که کناری دیدم که یک مقوایی پیدا کردند و مشغول نمازن، موقع ظهر بود و اینها مشغول نمازن. آمدم گفتم نه، اون مسئله ناراحتی شما هیچ نگرانی نیست، ایشون مشغول عبادتن، به خدا دارن، خدا رو پرستش میکنن. این روشی است که این ساعت لازمه که از هر کاری دست بکشند و به خدا فکر کنند. استاد عزیزم سلام، از آخرین گفتگوی تلفنی ما دو هفته میگذرد، میکوشم به یاد بیاورم که در کجای زمان ایستادم. 1907 میلادی که محمد علی شاه مجلس را تعطیل کرد و مهندس ما به دنیا آمد، 1928 که اولین محصلین ایرانی رسماً به اروپا اعزام شدند، 1934 که اولین گروه آنها به وطن بازگشتند، 1935 که دانشگاه تهران تأسیس شد،
1938 که جنگ دوم آغاز شد، 1951 که مصدق نفت را ملی کرد، 1953 که دولت ملی با کودتا سقوط کرد، 1979 که شاه رفت و همه چیز دیگرگون شد، یا تمام این سالها که در آن مهندس بازرگان نقشی روشن و سازنده داشت. نمیدانم، گویی من همه این سالها را زندگی کردم. مهربانی بانوی بزرگواری مرا به اتاقی رهنمون شده است که آراستگی ساده اتاق دانشجوی جوانی را دارد، با کهنگی میزی که اگر زبان می داشت از خاطرهای 60 سال دمسازی با مردی سخن می گفت که یک لحظه از اندیشیدن باز نماند. اتاقی که در آن مشکلترین مسائل سیاسی و اعتقادی آن مرد فروتن، اما بزرگتر از حیطه هر 4 دیواری و مرزی، به مدد تفکر و تعقل حل می شد. گلهای تازه‌ای که هر روز از باغچه حیات خانه چیده می شود و تنها زینت اتاق است، نشان از عمق ریشه های عشقی 50 و چند ساله را با خود دارد. و در دوردست های چشمنداز پنجره روبروی میز، تصویری از تک درختی بر تپه مجاور دیده می شود که گویی می خواهد با همه ریشه های در خاک و آوندهای گیاهیش فریاد بزند: من تصویری از او هستم که مثل من ریشه در این خاک داشت و شاخسار و گلهای اندیشه و اعتقادش تا فراسوهای جهان در پرواز بود. نمیدانم چرا میخواهم باور کنم که او این پنجره و این چشمنداز را عمدن برای اتاق کارش انتخاب کرده بود که چه؟ نمیدانم. اما امروز احساس میکنم که پشت این میز و روبروی این پنجره و این نارون پیر تنها، دانشجوی جوانی نشسته است که میخواهد فردا به دیاری ناشناس برود و همه شور و شک و اشتیاق و تردیدهای او از چشمهای جوانش به بیرون میتراود و من نمیدانم این صدای اوست یا صدای مرد پخته سالهای بعد که میگوید: ما در دوران آزادی خواهی و مشروطیت طلبی و مبارزه با استبداد به دنیا آمده ایم، در این فکر زندگی میکنیم و آخر سر امیدواریم در حالی که آزادی و قانون اساسی واقعا در مملکت حکم فرما باشد بمیریم. وارد مدرسه سانترال شدم. اون سال مدرسه سانترال، قبل از اینکه من وارد بشم، جشن 100th تأسیسشون رو گرفته بودن. مدرسه سانترال زمان ناپلئون سوم تأسیس شده بود و مدرسه هم بود ملی خصوصی، یعنی غیر دولتی. من فکر کردم میشه یه مدرسه یه مثلا 100 سال عمر بکنه بعدم جشن بگیرن، این یه آرزوی بود. و روز اول که بعد از کنکورها و اینا وارد آمفی‌تئاتر مدرسه شدیم، رئیس مدرسه مسئله اونگیه که متالورژیست بود، استاد متالورژی بود و عضو آکادمی فرانسه، طبق سنت همیشگی شاگردهای تازه وارد در آمفی‌تئاتر جمع شده بودن و نطقی کرد، نطق خوشایند. اول حرفش که من به فرانسه میگم این رو، بعدم فارسیش هم عرض میکنم، این بود: گفت مشر کامراد، رفقای عزیز. که اینم وقتی رئیسی به شاگردها عنوان رفیق بذاره، اینم خیلی ارزنده بود و برای ما تازگی داشت. Je vous félicite, من به شما تبریک میگم. Vous entrez dans une grande famille. شما امروز وارد یک خانواده بزرگی شدید. La famille centralienne. خانواده سانترال. خب این هم برای من تعجب بود، آرزو بود که آیا میشه. و حالا امروز بنده میبینم الحمدلله اون آرزو، البته قبلا هم خب معلوم بود، تحقق پیدا کرده. اولا معلمین دوره اول دانشکده فنی کلیهشون که در اون فیلم هم بعد عرض کردم که همه هم دوره نظام وظیفه بودیم و همه تقریبا اکثریت موشاد 70% محصلین اعزامی دوره اول بودیم، تا آقای مهندس فریبر هم بودن البته.
این امتیاز رو دانشکده فنی داشت که از همون معلمین یه حالت صمیمیت و دوستی و رفاقت بین ما بود. دانشکده پزشکی، دانشکده علوم و دانشکده دیگه قبطه می‌خوردن به دانشکده فنی، چون اطلاع دارید این اندازه که روی فرهنگ و سنت قدیمی ایرانی که شهرها باید دو دسته باشه، خانواده دو دسته باشن، در دانشکده پزشکی هم دو گروه کاملا متمایز بود، لقمان دولیا و نمیدونم چیچل اطلاع و دانشکده دیگه همینطور. ولی دانشکده فنی از اول این حالت داشت که همه با هم رفیق بودیم، صمیمیت داشتیم، از مهندس ریاضی گرفته تا جوانترینشون مثلا دکتر عابدی. بعدم بین شاگردا هم این خصوصیت وجود داشت و بعدم در اون دوران ریاست هم اون چه توانستم توصیه و تأکید داشتم به شاگردا که سازمان داشته باشن، اتحادیه داشته باشن و بعد هم کانون انجمن و کانونی ها. و واقعا خیلی خوشحالم و تبریک میگم و تشکر میکنم از مؤسسین و مدیران کانون که اون چیزی که اون روز آرزوی من و شاید آرزوی هر ایرانی بود که ما هم بتونیم در این مملکت فامیلی زندگی بکنیم، رفیق باشیم و صمیمیت و همکاری باشه، به حمدالله در هم معلمین و استادان، هم پایه‌گذاران و هم شاگردان و فارغ التحصیلان دانشکده فنی این تحقق پیدا کرده و من آرزو دارم که این خانواده رو خداوند برقرار، پایدار، عمر فراوان و با برکت و شایسته و موفق در خدمت به مملکت و حرکت به سوی خالق جهان خدای همگان بکنه. سالهای آخر دبیرستان بود، بنده سال پنجم و بعد سال ششم که رسیدم، اون موقع در دانشگاه تهران یه انجمن اسلامی دانشجویان تشکیل شده بود، یه از سال 1323 تشکیل شد. این انجمن جلسات سخنرانی هایی داشت که در این سخنرانی ها از همین آقای مهندس بیشتر از همه دعوت می شد و ایشون اونجا سخنرانی می کردن و پدر منم گاهی ایشون هم دعوت داشت، آقای طالقانی، دکتر رضازاده شفق، مرحوم راشد، این تیپ هایی که اون روزها جزو رجال و مذهبی و سرشناس و دانشگاهی و اینها بودن، اینا دعوت میشدن. اون موقع دیگه ارتباطات فکری با آقای بازرگان، من از همون موقع میدیدم که آقای بازرگان ضمن اینکه استاد دانشگاه هستن و مهندس هستن، استاد دانشگاهی مهندسی هستن، نسبت به امور خاص مذهبی، مثلا همین انجمن اسلامی دانشجویان که اون موقع برای مقابله با فعالیت‌های ضد مذهبی که تو دانشگاه می‌شد از طرف حزب توده و کمونیسم و این حرفا تشکیل شده بود، انجمن فرهنگی بود، اون موقع سیاسی کار سیاسی نمی‌کرد. خب مهندس که به این انجمن چیز می‌کرد، همکاری می‌کرد، کمک می‌کرد، انجمن رو مهندس راه نینداخت و عده از دانشجویان بودن، مرحوم نخشب بود، مرحوم این آقای دکتر حسین عالی الان هم هستن، حیات دارن، آقای مهدوی شهرزایی بود، عده از دانشجویان بودن که اینجا رو تشکیل دادن. ولی خب چون مهندس بازرگان جزء خیلی خیلی معدود استادای دانشگاه بود که اون موقع به اصطلاح فکر مذهبی هم داشت، این بود که اونا بیشتر سراغ مهندس می‌رفتن، مهندس هم به اونا فرصت میداد، کمک میداد، سخنرانی، مقاله، این حرف. برصد ما در اون جلسات انجمن ارتباط فکری مون، که البته ارتباط فکری که میگم ارتباط تقریبا یه طرف است، یعنی ما از اون طرف
میگرفتیم، تأثیر میگرفتیم، چون خودمون هنوز جوان بودیم. تا اینکه در سال 1327 بنده سال تحصیلی 1327 وارد دانشکده فنی شدم. اون موقع تو آقای مهندس بازرگان رئیس دانشکده بودن. خب ما حالا هم حالا ایشون هم استاد ماست، هم رئیس دانشکده مونه، همین هم که اون روابط فکری و این چیزا رو داریم، همین هم که خب یه نوع روابط عاطفی و علاقه بسیار شخصی هم به ایشون ما داشتیم. به این جهت که بنده نسبت به مهندس اون موقع خیلی علاقه، حالا به تعبیری نمیخوام بگم عاشقانه بود، یعنی ما همه چیز مهندس خوب میدیدیم، اصلا نقص درش نمیدیدیم، همه چیزش هم میخواستیم تقلید کنیم ازش، اینجور بود. یعنی هنوز به درجه بسیار معرفت کامل و نقد و این حرفا نرسیده بودیم. یادم میاد که ما وارد خوب دانشکده شدیم، زهران در دانشکده بودیم، جایی برای نماز خوندن اصلا نداشتیم. خب یه عده بچه مسلمون میخوایم نماز بخونن کجا برن و اینها، میرفتیم مسجد، مسجد سجاد میرفتیم. مسجد سجاد در خیابون شاه گذشته یا خیابون جمهوری در اون حدود، یعنی بنابراین اون فاصله خیابون جلو دانشگاه رو طی میکردیم تا میرسیم به اون مسجد سجاد. بعضن برخورد میکردیم به مهندس بازرگان، یعنی مهندس بازرگان برای ما هم خیلی مهم بود که یه استاد دانشکده فنی، رئیس دانشکده فنی، اینم نماز میخونه. اصلا برای ما اصلا یه مشوق بود که اصلا میشه بس نماز خوند. این مسئله زیاد با علم اصلا چیز نداره، تضادی نداره، این خودش یه نکته ای بود. به هر حال من یعنی یه افتخار و یه حالت خوشی برای من داشت موقعی که نمازم میخونم داریم برمیگردیم، مثلا با ایشون هم قدم داریم میشیم که به طرف دانشگاه برگردیم. حالا یه مقداری بعضی اساتید و دانشجویان با هم قاطی هستن، ولی اون موقع یعنی جو اون موقع ها این نبودش که مثلا اساتید و دانشجویان خیلی قاطی باشن با دانشجویان، ولی این که مثلا ما میدیدیم که استادی با ما و رئیس دانشکده با ما میاد نمازشو میخونه و بعد با ما حرکت میکنه و هم قدم با ما داره برمیگرده، اصلا به خودمون مثلا فخر میکردیم و چیز داشتیم اینا. تا اینکه مهندس بازرگان متوجه شد که بالاخره این که نمیشه و این مشکل برای بچه‌ها هست، یکی از اتاقهای یک کلاسای دانشکده فنی رو، کلاس هم نبود، یاد از یه محلی بود که از یه اتاق کلاس درس مساحتش کمتر هم بود، این رو برای نمازخونه در دانشکده فنی اختصاص داد و حتی فرش این رو هم خودش آورد داد. به نظر من لازمه آدم بدونه که یه عده نمازخون از ترس اینکه هو نشن بین، چون جو ضد دینی بودن نه غیر دینی، از ترس اینکه هو نشن وقتی که مثلا ما هم خوب علاقه من بودیم میرفتیم بهشون میگویم اگه بخوایی نماز بخونی الان جا داریم، میشه جا گفتنا به ما، مثلا میگفتن خیلی خوب میمدن نماز میخونن ولی هی مواظب بودن کسی نبینه تشون، یعنی نماز خون بود ولی اصرار داشت به اینکه مبادا کسی ببینه که یه همچین عملی رو داره، هم نماز داره میخونه در به جد. از همون زمان مهندس بازرگان در میون دانشجویان مذهبی دانشگاه تقریبا نمیتونم بگم رهبر نبود، یعنی اونجوری نبود که ایشون دستوراتی بده یا تعالیمی بده حتما، ولی خیلی مورد عشق و علاقه بود، خیلی بهش علاقه داشت. خب مهندس هم آدم فعالی بود، سخنرانی، مقاله تو خیلی از مجلات مذهبی یا علمی مذهبی اون روز مقاله داشت، این که به تدریج هی معروف شده بود دیگه توی جامعه مسلمین اون زمان هم، یعنی مسلمین همه مسلمان بودن ایرانی ها، ولی مسلمینی که عامل بودند و اینها هم مهندس بازرگان و بعد پدر من، اینا به عنوان اینکه دوتا استاد دانشگاهی بودن که رشته های علمی رو تدریس میکردن ولی در این حال علاقه و عقاید مذهبی عمیق داشتند و تبلیغ میکردن، خیلی معروف و محبوب شده بودن.
به وظیفه نمایندگی مردم تهران و مراجعات و انتظارات جمع کثیری از هموطنان به مستاق فرمان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، احساس مسئولیت و رسالتی از جانب بندگان خدا کردم و با توکل به پروردگار علیم حکیم مبادرت به رساندن اونچه در زبان و دل به حقوق اونهاست می نمایم. امیدوارم در پیامم حق و حقایقی وجود داشته و با خواهران و برادران ایمانی در مجلس و در خارج روبرو باشم که دستور و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین تحقق مطلوب پیدا کند. در سال 28 یک جنبشی که هنوز اسمش نمیشد گفت نهضت ملی، ولی جنبشی برای یک مقابله با بازگشت استبداد رضا شاهی، چون یه دوره 7-8 ساله فاصله افتاده بود و دوران آزادی بود، ولی تلاش هایی میشد از جانب هیئت حاکمه به اصطلاح دربار و پشتش انگلستان و اینها اقدامات میکردن برای اینکه بازگردانن اوضاع رو به شرایط دیکتاتوری زمان رضا شاه، اون آزادی مطبوعات و احزاب و اینا رو جمع جور کنن. اقداماتی در این زمینه میشد که خودش مفصله که چه کارهایی میشد و در مقابل یه حرکتی در مقابل این بازگشت استبداد آغاز شد. از طرف دیگه خب بر اثر پایان جنگ و کمبودهای ایران و خساراتی که ایران در جنگ دیده بود، همه ایرانی ها به خصوص اندیشمندان اون روز به این رسیده بودن که ما که نفت داریم و ذخایر بسیار هم داریم و قاعدتا کشور غنی باید بشیم، چرا باید اینقدر فقیر باشیم؟ انگلیس ها میبرن همشون. بنابراین استیفای حقوق ملت از قرارداد نفت انگلیس که در جنوب ایران بود، اینم شد یه حرکت. یعنی دو حرکت شد، یکی حرکت آزادی خواهی بود، یکی حرکت به اصطلاح ضد استعماری. این دو حرکت با هم یکی شدن و عملا رهبری این افتاد دست دکتر مصدق. حالا مهم اینه که ما موقع ما بر حسب همون خصلت دانشجوییمون گرایش به این حرکت ملی دکتر مصدقی پیدا کردیم، لذا اون درگیری که ما سال اول دانشکده و بخشی از سال دوم با توده‌های دانشگاه داشتیم که صرفاً تو زمینه‌های مذهبی فلسفی از چیزها بود، اعتقادی و فرهنگی بود، امسال یعنی از نیمه سال 28 افتاد سیاسی هم شد، به طوری که دانشکده فنی موفق شد، دانشجوی دانشکده فنی که واقعاً پیشگام شما موقع ما 5-6 تا انجمنی بودیم، بیشتر تو همه دانشگاه بودیم، 5 تا انجمنی بیشتر نبودیم، ما را افتادیم، ولی دانشجوها دیگه هم همکاری و همراهی کردن. در مقابل توده صفی ایجاد شد، اونا میخواستن کمیته صلح رو تو دانشگاه فنی تشکیل بدن، ما نذاشتیم، یعنی از رسمیت انداختیمش. در نتیجه کمیته صلح که همه دانشگاه ها حتی دبیرستان ها تشکیل شد تو دانشگاه فنی نشد. برای اولین بار یه جبههی در مقابل جبهه انحصاری توده درست شد. این عمل دانشگاه فنی به سرعت تو دانشگاه صدا کرد، به طوری که یک ماه بعدش تو دانشکده حقوق شد. دانشکده حقوق خیلی پر سر و صدا تر، پر جنجال تر، حتی درگیری های فیزیکی شدید. اون موقع همین اعضای حزب ملت ایران مرحوم شهید فروهر، ایشون دانشجو حقوق بود، هم فکرش هم بودن، همین محسن پزشکپور بود، آقای عاملی بود، داریوش همایون بود، اینا تو دانشکده حقوق در واقع پانیرانستای دانشکده حقوق بودن که طرفدار نهضت ملی بودن، با توده‌ای ها مخالف بودن و اونجا هم همین درگیری ها رو منطقه ما درگیریمون آرام و خیلی خیلی آرام صورت گرفت، اونجا به رده خوردن میشه. به این جهت در اندک مدتی در پاییز سال 28 دانشگاه تهران به دو جبهه همچنین کم و بیش مساوی تقسیم شد. تا اون موقع انحصار هم حزب توده بود، فضا رهبریش دست حزب توده بود. این اتفاق افتاد، ولی مهندس بازرگان در این حوادث سیاسی اون موقع تقریبا بی‌طرف بود، دخالت نمی‌کرد، که صرفاً فعالیت‌های مذهبی اجتماعی و اعتقادی داشتن.
به صورت مستقیم در کارهای سیاسی دخالت نمی‌کرد، ولی مفهوم این نیستش که ایشون در کارهای اجتماعی شرکت نمی‌کرد. مثلا با ما همراهی یا تشویق در امور فرهنگی مذهبی خیلی داشت، خیلی کمک می‌کرد. ما مجله در می‌آوردیم، مقاله می‌داد، مجلس سخنرانی داشتیم، می‌آمد دو جلسه سه جلسه سخنرانی می‌کرد. فعال‌ترین فرد بود برای ما در میان استادا، ولی که به کارهای سیاسی ما کاری نداشت. بنابراین در این دوره با همکاری و یاری آقای دکتر صحابی و سید محمود طالاقانی یک سری فعالیت‌های اجتماعی از سخنرانی‌ها، نوشته‌ها، گفته‌ها اینا داشتند. در سال 1330 که حکومت دکتر مصدق روی کار اومد و از ایشون دعوت کرد برای خلعیت از شرکت نفت انگلیس و ایشون رفتن خوزستان، فعالیت سیاسیشون شروع شد، یعنی آغاز شد و انگیزه پیدا کرد و تغییر مشی و روش داد. مصدق شد نخست وزیر ایران، یه فاز جدیدی شروع شد. در این فاز جدید تا حالا تا این لحظه هنوز مهندس بازرگان غیر سیاسی است، که اون موقع بعد از یکی دو نفر که رد کاندیدا شدند و مشکلی پیش اومد و رد شد، و یکیش هم مرحوم دکتر حسابی بود که آقای دکتر مصدق راضی نبود و ایشون رو ردش کرد، رسیدن به آقای مهندس بازرگان و ایشون رو به عنوان در واقع رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت از تهران تعیین کرد. میاد پیش طالقانی، طالقانی استخاره میکنه، میگه چه کاری میخوای بکنی؟ هر کار میخوای بکنی نه ترس بکن. میگه چیه؟ میگه این آیه هست، میگه بلای احضون که قوله هم این لذت لله جمعی ها. ایشون برای این کار شایسته است و ایشونو معرفی کردن و ایشون هم روی اساس اینکه اصلا وارد کارهای سیاسی بالکل نمیشه، ولی سوال کار سیاسی شدن و چیز یعنی بزرگترین کار سیاسی، یعنی اونایی که میگن سال 34 ایشون وارد کار سیاسی میشه، اصلا بزرگترین کار سیاسی شو ایشون در اون سال 1330 که شروع میکنه. البته در اونجا به علت مشکلاتی که با مکی داشتن زیاد نموندن، برگشتن شدن معاون وزارت فرهنگ اون روز که آموزش پرورش امروزه. دکتر مصدق روی کار میاد، قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت هم گذشته از مجلس، الان باید دو تا هیئت بفرسته به جنوب. این دو هیئتی که الان به جنوب میخواد بفرسته، یه هیئت نظارت بر خلعیت که مجلسین، مجلس شورای ملی و مجلس سنا نمایندگانشون معین میشن، اونا باید معین بکنن، و یه هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت که باید بفرسته. که مهندس کاندیدا شد و رفت به آبادان. ایشون که رفت به آبادان، حوادثی در آبادان اتفاق افتاد که تقریبا بله کمتر از یک ماه گذشته بود که یه سفری اومد تهران. بله ایشون اومده بود دیدن پدر من. پدر من مریض بود و بندم به عنوان فرزند بزرگ، بزرگتر پدرم خدمت میکردم دیگه، بودم دیگه، حضور داشتم، مهندسم با پدرم صحبت میکرد. من این جمله را از ایشون شنیدم که ما در وقتی که این ناو انگلیسی اومد رو به آبادان، گفت من حقیقتا وحشت کرده بودم. من یه هم بشم گفتم نه، از اینکه از خودم و جون خودم، گفتم خدای چی میشه آبادان، چی میشه مملکت، چی میشه اگه اینو بمباران کنن، اشغال کنن. اون نگران بودم. بعد این نگرانی خودم رو وقتی آمدم تهران، رفتم پیش خدمت دکتر مصدق که گزارش بدم اوضاع و کارها و حرفا رو، گفت ایشون شروع کرد به من چیز کردن، گفت یه خورده شوخی کرد و بعد مثالی زد از زمان بچگیشون و اینها. بعد از اون مثال نتیجه گرفت، گفت که خلاصه اینجا همینجوره، اینا تهدید میکنن ولی کاری نمیکنن، نمیتونن، نترسید، محکم باشید و سر جاتون وایسید. اینا این مهندس این حرفو که میگفت خیلی با تحسین و میگفت که دکتر مصدق مثل کوه وایساده، و من اونجا احساس کردم که خیلی تحت تاثیر شخصیت دکتر مصدق و اون مقاومتش اینا قرار گرفته و یه تحولی درش پیدا شده. حالا دیگه